جانبازم، خیرین مدرسه ساز کشوری هم دوتا دارم، دوتا چاه نفت دادم به دولت. باور و اعتماد رو در مردم شکستی، برای کار برای بچه های خودم مردم رو دچار تردید کردی. همه این مسئولین استان ما تحویل نمیگیرن، آیا ما به کی بگیم؟ جنگ تموم شده ولی دفاع مقدس همچنان باقیست. دفاع امروز در حوزه مدیریت، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه مسائل اجتماعی، در این که ما نذاریم جامعهمون فقیر بشه. اگر فقر در جامعه اومد، امر معروف و نهی از منکر تو جامعه رخ برمی‌بنده. اگر فقر در جامعه اومد، اون جامعه چاپلوس میشه. جامعه‌ای که چاپلوس شد در مقابل قدرت و در مقابل ثروت سر تعظیم فرو میاره. اینا با اساس نظام اسلامی مخالفه. آقای قالیباف نگی من مقام دارم، مقام بی مقام، کار برای مخلوق، برای مردم، برای مملکت، برای ملت. یک نصیحت میکنم پسر، ببین به هیچ حرفی توجه نکن، با بصیرت، با شجاعت، مثل علی اگر همون راه را رفتی نزدیک به خدا فهمیدی؟ دستتو میدم دست علی، با علی هم پیمان شد. بله بود دیگه، گفتم افتخارمون این هم هست که به هر حال یه روست زده است. البته الان دیگه نسبتا برای خود شهری شده و جای خوبی شده، ولی خب با اون مشکلات روستاها اشنا هستم کامل از نزدیک. باید نظام اداری و اجرایی کشور از یک نظام متمرکز به سرعت به سمت یک نظام نیمه متمرکز بره و هویت بدیم به استانها، هویت بدیم به شهرستانها، اجازه بدیم خود مردم امورات خودشون رو تصمیم بگیرن. چرا باید همه چی بیاد تهران؟ باید کاری کنیم که همه شهروندان ما، همه مردم ما، با هر گرایش و سلیقه‌ای، با هر قومیتی، با هر رنگی، با هر زبانی، با هر دینی، با هر مذهبی، باید احساس کنن که مسیر برای رشد و ارتقاء اونها بازه و شهروند درجه یک و درجه دو نداریم. تا این بحثی که الان میگفتم تو شهر مردم تو درمان تو چاره مشکلن، حالا اینجا باز به حال دستشون به بیمارستان میرسه، به کسی میرسه. باز همینایی که تو شهر هستن بیمه هم هستن، با این مشکلات رو دارن. شما میدونی که الان بیمه روستایی و بیمه شهری کاملا با هم متفاوت، امتیازاتش با هم یکی نیست. به نظر من فکر میکنم یه ناعدالتی بزرگیه. یارانه های موجود حتما ادامه پیدا میکنه، حتما یارانه تولید برای احیای کشاورزی و دامپروری در محیط روستاها جز اولویت های قطعی بنده هست. کمک دیگری هم بشه که امکان تولید هم در کشور اتفاق بیفته، که این جوان ما از روستا نیاد به حاشیه شهر به سختی زندگی کنه. اون شهدا واقعا گردنتون درست، یعنی واقعا زیردین شهدا هستید. اگه بخواید بهشون خیانت بکنه، حضرتی میگه دو گروه نمیتونه حکومت بکنه، یکی ظالما یکی نادانا. رأی میدیم اگه آدم خوبی بیاد سر کار، کسی که اقتدار داشته باشه نیاد، واقعا برای کشور کار بکنه، خدمت به این مملکت بکنه. نه که حرف بزنه عمل نکنه و بعد عملش هم عمل عکس باشه. شما یه مبارز جنگی هستی، یه انقلابی هستی، ولی حق مردم این نیست. خدا وکی، خدا نگهدار، انشالله کمی درست کنیم انشالله. هر نظامی به نظرم اگر در درون جامعه خودش مورد تحسین مردم خودش قرار نگیره، بعید به نظر میرسه که مورد تحسین مردم دنیا قرار بگیره. وقتی شلوغی رو میبینین، استقبال مردم میبینین، چه حسی برای شما وجود میاد؟ چقدر غرور میاد سراغت؟ نه دیگه انشاءالله از این خطا رفت. به قول بزرگان ما اولین بی تقوایی فرد اینه که یه کار رو نتونه انجام بده و بیه بگه من میخوام انجام بده.
تهران یه آسانداری از تهران و برای اینجا شیراز گذاشتن ها یه صداقا بدیم ما رو دست ما نده داره انداخت بیرون حالا نامه دادیم من برای تلگیم نگاه میکنم من یه جواش میزم تلفن دارم توجه به جوانها رو سرلوحه کار خودم میدونم نه به عنوان یک شعار به عنوان یک واقعیت به عنوان یک وظیفه به عنوان یک دین به هر حال نظام و انقلاب به من جوان اعتماد کرده و این ظلمه که من امروز به شما جوانان اعتماد نکنم شما نکسی کنارم قول میده اگر ای جمهور شدی خلاصه با امریکا ایجری بشیم گفتم اینه برای چی میخوای؟ چجوری بشیم آقا؟ میدونی کار ما درست میشه حالا ما با امریکا ارتباط برقرار میشه دیگر یه لحظه ایره برای چی میخوام؟ گفت میخوام وضع مملکت درست شد گفتم وضع به مملکت از بیعرضه ماست هیچ ربط به ایتون شدن امریکا نداره گفت میگه قبول کرد بعد گفت که ممکنه رأی نداره گفتم برای چی؟ گفت بخاطر اینکه همه که هست دیگه کتشلوار تنته رشتم کتاه میکنه همین ای خاطرتون باشه روزایی که ما 110 رو راه اندازی کردیم تو پلیس بعضی ها احساس کردن یه تلفنه حالا نمیخوام اسم ببرم بعضی سازمانه ما آمدن خب گفتن که کار رو داری یه تلفن ما مزر مردم زنگ بزنن غافل از این بودن که این یه تفکر یه سیستم یه نوع مدیریت یک نوع روند تحولیه یعنی ما جنوب به شهر رو اینطوری بهش گا بدیم یعنی تنها بس که شد چی باش کار میکنه الان؟ شما باش کار میکنه ویژگی های اصلی منطقه که خیلی خیلی مهمه نسبت به سایر مناطق تهران قسمت تاریخی و مذهبیش هست وقت بذارین که کل بحث منطقه و توسعه منطقه رو به من بگه ولی حالا جاش اینجا شاید نمونه از این قسمت 150 هم بدیم 50 میتونه بالا دستش هست ببین که ساختی ما به منحرف کردیم پر رو میستیم میکنم یک کلومت بالا تاییم چه عرضه داره اونجا؟ اصلا یه حرف نزدن تحویل نمیدم یعنی غیر ماشینتون که ما فردا شب بهتون تحویل میدیم بقیه و دیروز تموم زمین تا آسمون فاصله از تو شهرداری داری کار میکنه یا تو جهاد سازندگی سال 90 داری کار میکنه یا سال 60 پشت شلمچه داری کار میکنه یا توی اتوبان صدر ولی تو اتوبان صدر با فرهنگ پشت شلمچه کار کردن با این همه فشار سیاسی به نظر من لطف خداست تدبیر کردیم و دانشگاه به کمک من اومده نخبگان به کمک من اومدن من که تونل بلد نیستم من که دیزاین یک پل بلد نیستم اومدم همه نخبگان جامعه رو در خدمت گرفتم تو دانشگاه منطقه ما در حوزه شهرداری تهران حد اکثر توانی که احساس کردم عرضه داشتم از خرد جمعی استفاده کردم
الان موقعی که ما تو شهرداری اومدیم همه دیدن ما یه تایمر میزنیم، اگه دقت کنیم بعضی جای دیگه هم شروع کردن تایمر زدن، ولی بعد دیدن که نه، تایمر رسید به روز آخرش اتفاقی نیفتاد، فکر کردن اون تایمر مشکلی رو حل میکنه. تو خونه کی روز شما رو میذاره؟ دیگه معمولا تو خونه خانم میذاره. چرا همش بود مردا تعریف کنن خانوما رو؟ این نگاه غلط مبنایی و نگاه غلط فرهنگی است که توی بخش وجود داره. اینو بود محکم بیستیم، خود خانوما بود بیان تو میدون اجازه بدیم که خودشون رو تعریف کنن چه هستن، بعد به بهانه بحثای امنیت اخلاقی هم زنا رو از جامعه حذفشون نکنیم. اصلا این توهین به زناسی حرف میزنیم، این توهین به جامعه هست، یعنی همون کرامت انسانها رو با این کار ما از بین میبریم. چقدر بر من تاختن در تهران که قالیباف داره تفکیک جنسیتی انجام میده. پارک زنان یعنی چی؟ حتی رادیو خارجی اینجا واستادن، حتی داخلی ها واستادن. من گفتم من اصلا دنبال تفکیک جنسیتی نیستم. من به حال میفهمم که این خانوما نیازمند این هستن که در یک محیطی، من به آقایم گفتم شما بفرمایید تا یکم ورزش میکنین لباس گرمتون هم میخوان در بیارین، همه تو یکی پتو به خودتون بگیرین برید تو خیابون یکم بدوین ورزش کنین بیارم چطوری ورزش میکنین. ما حاضر نیستیم خانوما هم چادر بردارن بیان تو خیابون بدون، اینو تو مبانی دینی قبول نداریم، ولی دوست داریم وقتی یه خانوم میخواد ورزش کنه راحت ورزش کنه. خانوما خیلی میتونن بهتر از آقایون ایفای نقش بکنم. البته من اگه دقت کردین صبح هم اشاره کردم هیچ نقشی تو حوزه جامعه نبود سایه بندازه روی نقش مادری. یعنی اگر هر خانومی هر چقدر کار مهم میداشته باشه که خروجیشی باشه که حتی بگه من یک جامعه رو میخوام نجات بدم ولی بچه خودش نتونه تربیت بکنه، این به نظر من محکوم به شکست آینده جامعه هست دیر یا زود. خب اگه به مست به کارشون نگیریم خب چرا میزیم برن دانشگاه؟ اگه میرن دانشگاه چرا به کارشون نمیگیریم؟ این حاکی از یک بی برنامگی بی سیاستی و نشون میده که ما اصلا برای اداره جامعه همون هیچ برنامه ای نداریم. خب بعضی وقتا خانوما به گوره شرط اقتصادشون میشه که خودشون یه سرپرست خانواده هستن، اونا شرطشون متفاوته. اونجاست که واقعا بنده احساس میکنم باز اولویت رسیدگی اینجا بین آقایون و بین خانوما اولویت خانوما هست. یکی از کارهای برجسته که بهش افتخار میکنم و ایستادم این بود که ما به هر حال پلیس زن رو در مجموعه آوردیم. من یاد نمیدم که تو نیروی انتظامی از فیلمی، هنرمندی، روزنامه‌ای شکایت کرده باشم. شما خودتون بهترین فیلم که دیدین و دوست دارین چیه آقا؟ فیلمو که الان تو ذهنم یادم میاد آژانس شیشه. دوست داشتین؟ آره دوست داشتم. احساس کردم تو مجموعه فیلمایی که برای جبهه ساخته شده بود به واقعیت خیلی نزدیک بود. تو انتقال حس بچه جانباز تقریبا نزدیکترین به واقعیت بود که من مطلع. درد پدرمو داره برده. ببین اصلا الان کارو ببین چی شده، همه اینه سیامه نیم با شاده اگه هستید سولبوریک میزنی. من خدا خواستم غیرتمو تا لحظه ای که زنده هم همین غیرت جنگمو بهم بده. بیش از 77 بار تا همه رفته بودم و بیش از 250 ما بستری دارم. چندین بار مجبور شدم ولی خب خدا نخواست ببره، چون آرپیجی تو دستم ترکید، فقط دستم قطع شد، سرم نرفت. فقط از خدا میخوام که اون اتفاقی که تو دلم آرزوشو میکنم بیفته، که واقعا ایران ایرانی سرفرازتر بشه. درد جامعه ما امروز میدونین چیه؟ درد جامعه ما یه او بچه رزمنده ای که تیر خورد، مجروح شد، تیکه تیکه شد، پشت خاک ریز، خم به ابرو نیاورد، جلو دشمن نشکست. ولی امروز او رزمنده ما تو خونه جلو دخترش میشکنه که یه جفت کفش نداره بخره به دست بچه‌ش. بابا شما سلام. اوهانی به خلاصه
باور کنید این شیمیایی که این مرد تمام این پوست بدنش از دست رفته بود، اصلا نصف گلو تمام اینجا و اینجا تا زیر گوش اصلا دیگه پوست بافت نداشت، همش برشو، یعنی اصلا شما تمام این حنجره و حلق و داخل بدن این معلوم بود، همینطور خون تازه مرتب ازش داشت می اومد. بعد روحیه این مرد، یک کلمه این مرد گله نکرد. کار اعزام داشته باشی حتما برادر بزرگوارش. اگر باورمون این هست که هیچ برگی بی اذن خدا از درخت جدا نمیشه، چطور میشه خدا ما رو رها کنه و کاری به کارمون نداشته باشه؟ مردم ها در یک انتظارن، انتظار تغییر که پایان بدن به این رفتارهای غیر منطقی و غیر دینی و غیر انقلابی. با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفس هم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من عشقم را در کوه گواد، در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد، فریاد خواهم زد. این بار آمدم پیمان بزرگتری ببندم، با جانم عهد ببندم به ایرانی افتخار کنم که هیچ کودکی دیگر گرسنه سر بر بالین نگذارد، به ایرانی افتخار کنم که جوانانش سرگردان یک شغل با عزت نباشند، به ایرانی افتخار کنم که هیچ پدری خجلت زده خانواده‌اش نباشد، به ایرانی افتخار کنم که در آن حرف زدن تمام شده باشد و همه با هم کار کنن. تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه ایران را میبوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می آویزم، خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می آویزم. ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم، بر آسمان آبی این خاک در خلیج همیشگی بخشید خلوتتونم به هم میزنم، خواستم بپرسم فکر میکنین چی بشه؟